الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دوستان گرامی، بنده آشکارن هستم از وبسایت learnfiles.com و این ویدیو اینترو فصل پنجم هست. میخوایم معرفی کنیم فصل پنجم رو که چه اتفاقاتی افتاده توش، چیا رو تدریس کردیم، اونا رو توضیح دادیم و بعد ببینیم که در نهایت هم بعد از دیدن این فصل ما چه چیزهایی یاد میگیریم. در این فصل تلاش شده ویوهای پرکاربرد و علی ظاهر سخت رو ما کار بکنیم. چیزایی که به ظاهر یه مقدار سخت به نظر میرسن، کار باشون یه مقدار حالا سخت هست. من اینجا یه غلط املایی هم دیدم، اینجا رو اگر بتونیم نشون بدیم میبینی باتم نویگیشن اشتباه نوشتم. این ویو ها رو اومدیم کار کنیم. توی دوتا ویدیو انتهایی فصل چهارم اومدیم از لیست ویو و اسپینر استفاده کردیم و در دوتا ویدیو اول فصل پنجم تا داغ بودیم و اینها خیلی زود اومدیم و ویدیو اسپینر و لیست ویو رو به صورت کاستم ساختیم، یعنی یک کاستم اسپینر و یک کاستم لیست ویوی که خیلی میتونه جذاب باشه. و ما توی انتهای این فصل یه فایل APK ساختیم از یک مجموعه پکی از این 15 قسمتی که میبینید، 15 تا اکتیویتیه که هر کدوم از اینها رو قرار توش ببینیم. توی آخرین قسمت هم یه میشه گفت سورپرایز گذاشتم واسه تون، میتونه جذاب باشه. و توی ویدیو کاستم اسپینر ما اومدیم اسپینری که توی اندروید وجود داشته رو کاستم کردیم، به صورت سفارشی اون رو ساختیم، دیزاینش کردیم و دیتایی که میخواستیم رو نشون دادیم. توی ویدیو کاستم لیست ویو هم همینطور. و حالا اومدیم یک لیست ویو سفارشی ساختیم و در نهایت امر توی ویدیو سوم اومدیم گفتیم یه چیزی هست به اسم ریسایکلر ویو، اگه بخوای از این استفاده کنی فکر نکنم دیگه حال کنی از لیست ویو استفاده کنی. به خاطر همین ریسایکلر ویو رو توصیه کردیم بهتون که ازش استفاده کنید. یک ابر ویو هست در راستای نمایش لیست و اینها، فوق‌العاده است و حالا خواهید دید که چه ویدئوی دوست داشتنی شد. با اینکه طولانی و یه مقدار خسته کننده است، فکر کنم یکی دو ساعت فیلم این ریسایکلر ویو شد، ولی ارزش دیدن داره، خیلی اتفاقات جالبی توش افتاد. با استفاده از ویو پیجر تو ویدیو چهارم ما اومدیم و یه صفحه اینترو کوچیک ساختیم، هر کاری میشه باش کرد و حالا ما اینتروش کردیم. و توی ویدیو پنجم باتم نویگیشن رو ازش استفاده کردیم. ببینید توی صفحه اینتروی که ما با ویو پیجر ساختیم یه مثالی بود از یک ویو پیجری که میتونه ان تا صفحه رو نشون بده. حالا اینکه شما توش چی بذاری و چی کار میخوای بکنی دست خودته. و مثلا ما توی آخرین پروژه کاریو که داشتیم کار میکردیم دوباره از ویو پیجر استفاده کردیم که یکیش مثلا صفحه درباره ما، تماس ما، ما و اینها بود که اومدیم و از یه ویو پیجر استفاده کردیم. و صفحه حالا دریافت سفارش هم یک کاستم ویو پیجر هست که ازش استفاده کردیم. تقریبا میشه گفت توی تمام برنامه‌ای که میسازیم ویو پیجر پستمون میخوره استفاده کنیم، چون خیلی ویو پرکاربرد و جذاب و زیباییه. ریسایکلر ویو هم همینطور. باتم نویگیشن هم توی میشه گفت سه تا برنامه قبلی که ساختم از باتم نویگیشن، سه تا برنامه قبلی که استفاده کردیم از باتم نویگیشن استفاده کردیم، فوق‌العاده دوست داشتنی هست. تابد اکتیویتی هم که اصلا کلن یک حالا ویو پیجر کاستومه. توی باتم نویگیشن ویو هست حالا اسمش. این ویو به ما کمک میکنه که بتونیم چند تا دکمه زیر صفحه بچینیم و ازش استفاده کنیم. خیلی دوست داشتنی و زیباست. نرم افزاری که از باتم نویگیشن استفاده میکنه مثل کافه بازار اینو میبینید دلنشین میشه اون دیزاینشون. تابد اکتیویتی همون ویو پیجره با حالا یه دیزاین متفاوتی که میتونیم چند تا تب بالای صفحه اضافه بکنیم و با هم سینکشون کنیم. در لیوت هم که این پنل‌های کشویی که از سمت چپ و راست میتونن باز بشن. و اجازه بدید که یک کاری بکنیم. من الان
ویدیو رو استاپ میکنم، همزمان شبیه ساز رو هم ران میدم و بعد دونه دونه اونها رو از توی شبیه ساز میبینیم که یه مقدار حالا بهتر متوجه توضیحات بنده بشید. خب دوستان عزیز به ویدیو ادامه میدیم، حالا منتظر میشیم که شبیه ساز بیاد بالا، چون دوست داشتم ببینید دقیقا چه اتفاقاتی افتاده توی حالا ویدیوهایی که ضبط کردیم و فقط به صورت حالا وایس بخوام توضیح بدم شاید جذاب نباشه، در حالی که ما میتونیم ببینیم همه پارامترها رو. فقط تنها چیزی که تو فیلم ها نیست این آیکون آخر صفحه است که من اضافه کردم و یادم رفته بود که آیکون رو از دیفالت خود اندروید بردارم بذارم روی این آیتم. این صفحه اسپلش اسکرین هست، توی ویدیو آخر ما اینو ساختیم. کاستم اسپینر که خدمتون عرض کردم این ویدیو هست که میبینید، یک اسپینر کاملا سفارشیه که ما تونستیم با استفاده از حالا کدهایی که نوشتیم این رو بسازیم و میبینید که هر کاری که دوست داشتیم روش انجام دادیم. تمام اینهایی که میبینید فقط برای این نمایش اینه که ما ببینیم هر کاری دوست داشتیم انجام دادیم، حالا مهم نیست که چه کاری. توی کاستم لیست ویو میبینید من یه صفحه چت طراحی کردم که اینم میتونه خیلی جذاب باشه و دوست داشتنی باشه. خیلی خوب بود این صفحه چتی که ما طراحی کردیم. توی اگه بتونیم بریم ریسایکلر ویو میتونید مشاهده کنید که ما یه همچین صفحه طراحی کردیم. این در واقع یه ریسایکلر ویو هست و حالا لیسته، تقریبا شما فکر کنم اون لیست ویو اما با دیزاینی که مثل حالا گرید ویو هست. اینجا میبینید که مدل های مختلفی که از ریسایکلر ویو ساختیم در این قسمت میتونیم اینجا داشته باشیم و در پارامتر بعدی از ویو پیجر استفاده کردیم. حالا همون عکس و دیتا رو گذاشتیم واسه اینکه یک اسلاید بتونیم بسازیم. اینجا میبینید به این صورت، مثلا اگه برسیم به پایانش دکمه اسمش رو عوض کنیم فینیش بشه و کارهای مدلی. باتم نویگیشن خیلی دوست داشتنیه و دوستش داشتم. این ما سه تا صفحه ساختیم که وقتی روی هر کدوم کلیک میشه میره به صفحه‌ای که میخوای بدون اینکه حالا ترانزیشن اتفاق بیفته، توی همون صفحه اون صفحه مورد نظر من رو میاره و نشون میده. توی تابد اکتیویتی همونه، ببینید دقیقا همین باتم نویگیشنه اما با ظاهری متفاوت، اما سویپبل هم هست، یعنی ما میتونیم سویپ هم بکنیم. ببینید همون ویو پیجری که داشتیم اما با این تب ها. این آیتمی که این بالا میبینی من تو قسمت آخر توضیح دادم، یادم رفت که اینو بردارم. شما میتونید که یه خط دو خط کد رو پاک کنید اینم حذف میشه و میبینید اینجا سه تا صفحه‌ای که ما ساختیم. این سه تا صفحه تقریبا میشه گفت اگزمپل ماست، یه مثالیه واسه اینکه بتونیم نشون بدیم صفحه های مختلفی که ما میتونیم داشته باشیم، ولی اصلا مهم نیست، شما هر چی دوست داری میتونی اینجا بذاری. توی درور اکتیویتی هم که میبینید اینجا کرش کرد برنامه، نمیدونم حالا کجای برنامه رو پاک کردم که این توی درور اکتیویتی فکر میکنم تمش رو عوض کردم به خاطر همین داره کرش میکنه، من باید چک کنم نمیدونم. یه حالا آیتمی ساختیم اینجا میبینید به این صورت، این هم فقط بین صفحه ها ترانزیشن داره و جابجا میشه و اصلا مهم نیست که روی چه آیتم کلیک میکنی چی کار میکنی، فقط میخوایم نشون بدیم که شما وقتی روی این آیتم میتونی چند تا آیتم اضافه کنی و وقتی روش کلیک شد بفهمی روی آیتم کدوم آیتم کلیک شد، حالا میخوای برو یه اکتیویتی دیگه ای، میخوای اینجا یه کاری بکن یا هر چیز. درور اکتیویتی رو من درک نکردم چرا کرش کرد و کاملا غیر منطقی بود. خب نویگیشن ویو هم همونه اما با یه استایل متفاوت، جدیدتر هست، جذابتر هست و خیلی میتونه قشنگتر باشه. میبینی اینجا هم ما فکر میکنم روی این عکس هم یه اکشن نوشته بودم، بله علی پردل عزیز رو اینجا میبینیم و ویدیو چک عزیز و دوست خیلی دوست خوب ما. و روی هر آیتمی میتونی کلیک بکنی و متوجه میشیم که روی کدوم آیتم کلیک شد، تا اینجا کفایت میکنه. از اونجایی که حالا شما میخواید چی کار بکنی با این کلیک دست خودتون، یعنی تو نویگیشن ویو ما هدفمون این بود که بتونیم یه نویگیشن ویو بسازیم، یه صفحه این مدلی بخوایم بسازیم و بگیم مثلا روی این کلیک شد، روی این آیتم کلیک شد و متوجه شدیم. مثلا روی about us من کلیک کنم میاد تو اینجا about us رو نشون میده.
حالا تا اینجاش من شما رو میرسونم، حالا شما میخواید تو برنامه مثلا بگی اگر رو about us کلیک شد مثلا صفحه سایتمون باز میشه دیگه، اون دست خودتونه و هر کاری که دوست داشته باشید میتونید انجام بدید. خب توی alert dialog activity ما یک صفحه ساختیم که اینجا alert dialog بدیم، مثلا اسمشو میذارم تایتل، یه پیام هم بخوام بدم مثلا میتونم بگم سلام بچه ها پوزیتیو باتنش اسمشو میذارم اوکی، نگاتیوشو میذارم کنسل و نیوترالش هم میذارم not important. خب اینجا یک create دایالوگ میزنم. ببینید با دیتیلی که من اینجا دادم یک دایالوگی ساخته و میبینید الان من تکستشو بیشتر میکنم. ما تونستیم یه دایالوگ بسازیم کنسل و مثلا important و در آخرین حالا قسمتی که من ساختم پازیتیو باتن رو، یعنی دکمه مثبت اوکی رو دیزیبل کرده بودم که رو کدا و ویدیو برید دیگه متوجه میشین چه خبره. یک create custom dialog هم داریم اینجا که همین دیالوگی که دادی تکست هم بتونی توش بگیری، این هم بهتون آموزش دادم. و حالا یک custom dialog جذاب داریم، اگر این رو ببینید فکر میکنم خیلی جذاب تر باشه، custom alert dialog activity. کافی اینجا کلیک بکنیم و میبینیم من این alert dialog رو ساختم و خیلی میتونه جذاب تر باشه، ویو خوشگل تری داره. و حالا این تکسی هم که واسه دوستانمون گذاشتیم. و توی تب ویجت این صفحه‌ای که ما ساختیم و اکتیویتی های مختلف رو میتونیم اینجا نشون، یه صفحه گذاشتیم که 4 تا تب داره و اکتیویتی هایی که قبلا ساخته بودیم رو اومدیم و اینجا نشون دادیم. میبینید به این صورت، این همون اکتیویتی هایی که تا الان دیدیم رو ما اومدیم و اینجا داریم بررسی میکنیم. و توی پارامتر بعدی basic activity هست که فقط توضیح صفحات و چیدمان این لیوته که چجوری کار میکنه. یه صفحه داشتیم custom font که چجوری به آیتم های مختلف فونت بدیم. ما حالا اینجا از فکر میکنم 7-8 مدل فونت و 4-5 تا تایپفیس که اینجا داشتیم به صورت دیفالت توی اندروید مثل مونو اسپیس و بولد و ایتالیکو اینها استفاده کردیم. و اینجا هم فونت های کاستوم که کلا از اینترنت دانلود کردم و گذاشتمش. و در نهایت هم توی ویدیو 14 فونت اوورراید رو میبینید که کلا فونت ایران سنس رو اومدم و گذاشتم اینجا میبینید. و کاری کردم که فونت کل برنامه عوض بشه توی این ویدیو، یعنی الان شما بیاید توی custom alert dialog هم میبینی اینجا فونتش عوض شده و حالا به یک استایل دیگه ای هست. هر جا که فونت داریم الان فونت ایران سنسه که توی برنامه‌مون داره به نمایش در میاد و به صورت دیفالت فونتش عوض شده. حالا تکست فارسی که به اون شدت آنجام هست و میبینید این فونتش کلا عوض شده و از فونت سیستم که مثلا اینجاست فرق داره با این فونت. اوکی، تا اینجا که شد ویدیو 14، یه ویدیو 15 هم داریم که توی ویدیو 15 همین اکتیویتی رو ساختیم، این اکتیویتی رو ساختیم و روش توضیح دادیم، اسپلش سکرین گذاشتیم توی صفحه و از انیمیشن، حالا یک کتابخونه انیمیشن خوشگل استفاده کردیم. یه ویدیو ضبط کردیم که توی این لیست نیست، ویدئویی که در رابطه با وایزر توضیح میدم، یک حالا سازوکاری، یه سیستم نرم افزاری که به ما کمک میکنه صفحه گوشی رو توی کامپیوتر ببینیم. واسه عزیزانی که شاید یه مقدار سخت باشه، رم سیستمشون پایین باشه و اینها، میتونن با این روش هم کار بکنن. توی پاورپوینت هم یادم رفت که وایزر رو اضافه کنم که اون رو هم میذارم. و همین دیگه، ما رسیدیم به انتهای فصل 5، یه سری آیتم کاستم یاد گرفتیم دیگه، از اینجا جدی جدی داریم برنامه می نویسیم و دیگه شوخی نداریم با کسی. و تا فصل 4 که همونطور که بهتون گفتم یه مقداری حالا سخت نگرفتم، مخصوصا تا فصل 3 که اصلا هیچی، فصل 4 باز یه مقدار بهتر بود. از این فصل همجور داریم میریم پیشرفته ترش میکنیم و فصول بعدی میریم روی مثلا اینترنت، میریم روی برنامه نویسی PHP، اتصال برنامه به سرور و کارهای مدلی. و همین، فقط ملالی نیست جز دوری شما. براتون آرزوی موفقیت میکنم. توی یک حالا تیمی
داریم پروژه کاریو رو میسازیم ما. یک سیستم نرم افزاری هست، کلاینت سروری، و اگر کسی از بچه ها توی تهران دوست داره که با ما با این تیم همکاری کنه، در خلال پروژه قرار بگیره و توی این سیستم کار بکنه، به عنوان کارآموز میتونه به من پیام بده و حالا میتونیم با هم صحبت بکنیم. اگر که حالا سطح کیفی کار شما رضایتمند بودم ازشون و مورد قبول بود، میتونیم با هم کار بکنیم و شما در خلال یه پروژه کاملا جدی قرار بگیرید و به بازار کار نزدیکتر بشید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. دوست دارم همتون یه روزی برنامه نویس بشید بهتر از من و هر کس دیگه ای و بهترین کار خودتون باشین. امیدوارم که موفق و مؤید و پیروز باشید. منتظر فصل ششم هم باشید.